مهمان من در جوانی به حزب چپ اون زمان ایران پیوست و در فعالیت‌های سیاسی و اتحادیه کارگری فعال شد، تا جایی که تاریخ تولد خود را هم به روز جهانی کارگر تغییر داد. از اون زمان تا به حال که از مرز 80 سال گذشته، بین کار پژوهشی و فعالیت‌های سیاسی در نوسان بوده، ولی یک چیز در زندگی او ثابت مانده: اعتقاد به مارکسیسم. او که حالا سال‌هاست اینجا در پاریس زندگی می‌کند، چرا فکر می‌کند مارکسیسم حلال مشکلات بشری است؟ آقای باقر مومنی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون. آقای مومنی، شما بیش از 60 ساله که دارین در عرصه های مختلف فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میکنید. با این آمال که یک روزی زمینه رو فراهم بشه برای استقرار سوسیالیسم که شما بهش اعتقاد دارید، ولی تا این بیش از 60 سال شما اتفاقی که افتاده برعکس بوده. یعنی از یک طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از هم پاشیده، در کشور خودتون ایران به جاش حکومت اسلامی برقرار شده و انقلاب اسلامی صورت گرفته. شما هنوز فکر می‌کنین که واقعا سوسیالیسم قابل تحققه؟ من برام سوسیالیسم یه آرمانه، یعنی یه روزی که به هر حال افراد بشری نیازی واقعا اونچنانی نداشته باشن و تمام افراد از نظر نیاز اقتصادی طوری باشه که محدودیت‌های فکری زندگی نداشته باشن. سوسیالیسم برای من یه آرمانه، معنیش این نیست که تحقق پیدا کرده یا تحقق به این زودی پیدا خواهد کرد. قبل از سوسیالیسم از نظر من مسئله دموکراسی مسئله مهمی است. البته در شرایط مختلف کسانی که به چیز بودن، به اصطلاح فلسفه مارکسیستی اعتقاد داشتن و به سوسیالیسم اعتقاد داشتن، خب تلاشایی برای تحقق این نظر کردن. نظر یعنی شما با اصل قضیه، چون بسیاری معتقدند که اصولا انقلاب سوسیالیستی در روسیه اون زمان خلاف نظریه مارکس بود و نمیباید اتفاق میافتاد و به همین دلیل هم نمیتونست دوام بیاره و نهایت هم فرو پاشید، به این دلیل که با اون نظریه نمیخورد، جامعه آماده نبود براش و یک فرصت طلبی از جانب لنین بود که قدرت شوراها حاکم شد در روسیه و برش هم نتونست دوام بیاره. شما با این مخالفید؟ با این نظر من به این شکل نمیشه گفت مخالف یا موافق. من یه تفسیر و توضیح شاید داشته باشم. اولا خب حرف مارکس، یعنی غیر از اصول که مثلا اصل دو سه تا بیشتر نیست، بقیه حرفا ابدی و جاودانی نیست. به این شکلی که ما اگه اینجوری باشه، ما باز یه مقدار برخورد دینی و مذهبی داریم با مارکسیسم، در حالی که مارکسیسم بر اساس تحول، همه جوره تحول فکری، تحول ذهنی، تحول عینی متکی هست. این تحول برای اون وقت یکی از مسائلی که به مارکسیسم به نظر من میآموزه به انسان‌ها اینه که توجه به شرایط عینی یکی از مسائل اساسیه و لنین و امثال اون بر اساس شرایط عینی، ولی چون ایدئالشون بوده میخواستن اون ایدئال رو بر اساس شرایط عینی به نظرشون رسیده در اون لحظه میشه تحقق داد در یک جامعه محدود به یک محدود جغرافیایی معین، ولی معنیش این نیست که این محدود بمونه و میتونه در این محدودیت خودش رشد بکنه و ادامه پیدا بکنه، بلکه از همون لحظه از زمان هم، یا شاید البته محسوس اون موقع نبود ولی بعدش همینجوری این چیز این رو میبینیم که سعی میکنن که در جاهای دیگه سوسیالیسم رو تقویت بکنن، یعنی به وجود بیارن، تشویق بکنن جنبش‌های سوسیالیستی رو، و همین دلیل یه انترنشنال سوسیالیستی درست میکنن که در واقع محدود به خودشون نباشه. ما میبینیم که در اونجا مرکزیت به شکل وحشتناکی برخلاف تصور قبلی و برخلاف اعتقاد که به دموکراسی واقعی، که میگن دموکراسی واقعی، یک مرکزیت خیلی خیلی قوی مستبدگونه به وجود میاد که به همه چیز مشکوکه و هر نوع نظر مخالفی رو که در واقع در که میتونست عامل تقویت سوسیالیسم حتی باشه، یعنی همون دموکراسی واقعی،
این رو به عنوان این چیز ابزار تخریب و اینا تلقی میکردن و در نتیجه فشارهای چیز بسه. اولا مرکزیت خیلی شدید شد، بعد فشار به مخالفین و نظرهای مخالف خیلی زیاد شد، که من همیشه میگم که یعنی به نظرم میومد که مثلا حزب کمونیست یک حزب بسیار چیزه، یعنی در واقع مبلغ دموکراسی به معنی واقعیش هست و دولت رو حزب چیز میکنه، تعیین میکنه، در حالی که بعد از یه دوره‌ای در واقع به جای دولت حزبی حزب دولتی ما داشتیم. یعنی بسیار خوب جبهه دولتی پیدا کرد و در نتیجه اصلا مسئله تفکر و برخورد فکری و اینا به کلی منتفی شد و این هم یکی از عوامل بود. بسیار آقای، حالا برگردیم به فعالیت‌های خودتون. آقای مومنی، شما به هر حال در جریانات کارگری در کرمانشاه فعالیت سیاسیتون شروع کردید و در اون زمان حال و هوا واقعا وضعیت جامعه طوری بود که مردم طلب میکرد این مسئله، این فعالیت های کارگری واقعا طبقه کارگری به اون شکل وجود داشت، اینکه این به علتی که حزب سیاسی به وجود اومده بود و اینها رو به هر حال به نوعی حقنه میکرد به جامعه، به نوعی ایجاد میکرد خودش، نه اینکه وجود داشت. نه کسانی که اون موقع بودن، من جمله خود من نمیخوام چیز کنم، من به هیچ وجه اعتقاد ندارم به توجیه مسائل اینا، ولی من تصور میکنم که اگر نگم حزب توده متکی یعنی به دنبال توده بود، ولی میتونه یه چیز همون طبق معمول تأثیر متقابل سازمان سیاسی و توده، آمادگی توده مردم منجر به این شده بود که اون جنبش وسیع توده‌ای که هم کارگری بود هم در واقع با به اصطلاح مارکسیستی خورده بورژوازی و بورژوازی متوسط رو کاملا جلب کرده بود. خود شما، شخص خود شما آقای مومنی، شما 19 سالتون بود که شدین مسئول شورای ایالتی اتحادیه کارگری. یعنی خودتون در یه جایی میگین که واقعا یه خود مضحک بود. چرا مضحک بود؟ مضحک نمیشه گفت بود. شما حرف خودتون. ولی من مثلا بد نیست بگم که در بی ارتباط نیست با اون سوال قبلی، اون اینه که مثلا من خودم بعد از شهریور 20 یک چیزی که بر من ذهن من حاکم بود بیشتر تفکر ناسیونالیستی بود، اگر نگم حتی شوبینیستی، و تا مثلا چیزای بیشتر پیکار شده بود این مدتی بعد بیشتر توجه منو جلب می‌کرد، همین چیزای ناسیونالیستی بود، اگر که ممکن بود ظاهرا از نظر کلامی تند و تیز باشه، ولی به هر حال اینجوری بود. و چیزای ضد انگلیسی که بیشتر انگلستان خب اون موقع حاکم بود و طبعا تبدیل میشد این روحیه ناسیونالیستی تبدیل میشد به ضد انگلیسی، ولی همین جریانات اجتماعی و بعد یواش یواش خب طرح مسائلی که از طرف حزب میشد اینا معلوم و برخورد افکار و عقاید در روزنامه‌ای که خیلی خیلی آزاد بود منو و امثال منو جلب کرد، هر فکری هم داشتیم جلب کرد به طرف فکر توده‌ای. و بعد وقت این مسئله 19 سالگی و یا در آستانه 20 سالگی یا مسئولیت شورای متحده ایالتی کرمانشاه ناشی از جوان بودن جنبش بود. ما در یکی از این تظاهرات تیر خوردید. حالا بعضی ها معتقدن که در جاهای مختلف راجع به شما زیاد نوشتن، بعضی از زبون خودشون، بعضی به طور دیگه تحقیق کردن که بعد از این تظاهرات اول ماه می که شما تیر خوردید، زخمی شدید و دوباره بهتر شد حالتون، تاریخ تولدتون رو تغییر دادین از هر چیزی که بود به اول ماه می. این درسته؟ من دقیقا واقعا نمیتونم بگم که این یعنی همون لحظه ای این فکر افتادم. من اولا این تیر خوردن به نظرم کمی اغراق شده درش، یه گلوله خیلی خیلی سطحی طرف صورتم بود، یه پشتم بود یکی که خیلی سطحی بود و طوری نشد و فقط همون مثلا شب یا فرداش من یه کمی گرفتاری داشتم و پانسمان و اینا، ولی بعدش دیگه مسئله‌ای نداشتم. ولی اصولا راجع به اول ماهمه من یه نوع سمپاتی نمیدونم چرا، شاید علتش همون بوده، شاید علتش مسئله کارگریه و از رازه که یه چیز جهانی در این حال داره. ولی برای شما تولدتون تغییر از این لحاظ بود. من حالا تغییرش هم علتش این بود که من روز تولدم در شناسم هم نیست، در این حالی که من البته روز تولدم به روش چیز قمری، هجری قمری پدرم نوشته بود توی پشت مفاتیح الجنان، ولی
متاسفانه من تطبیقم کردم دادم و که نزدیکای شاید مثلا همین اردیبهشت خرداد و ایناست، ولی طبق معمول یادم رفت. در نتیجه وقتی که چیز شد خواستم دیگه روز معینی بذارم، 11 اردیبهشت گذاشتم که خیلی دور نیست از اول روز واقعی. ولی شما یک بار دیگه هم در یک تظاهرات دیگه تیر خوردید که این دفعه خود جدی‌تر بود. این تظاهرات نبود، این در سال 35 آن زمان که مخفی شده بودی. بله، دوره اختفا بود و سال 35 که تقریبا همه چیز به هم خورده بود، همه اصلا حزب توده‌ای در واقع دیگه وجود نداشت، یه 5 6 تا کادر بیشتر نمونده بودن، اعضای کمیته مرکزی یا گرفتار بودن، زندان شده بودن، یا اعدام شده یا رفته بودن خارج. اون موقع ما 6 7 نفر یه چیز شدیم که بشینیم یه تجدید سازمان بکنیم، که البته سازمان خیلی خیلی میتونه محدود و ولی هسته باشه بمونه، نه اینکه متلاشی بشه، که من اون موقع در اثر فکر میکنم به خیانت یکی دوتا از همون کسانی که بودن، 6 7 نفری که بودیم گرفتار شدیم. من با یکی از رفقا سر قرار لو رفتیم و من از توی ماشینی که مال فرماندار نظامی بود اون موقع، من فرار کردم و اون مأمور منو دنبال کرد. البته قبلا هم اسلحه‌اش نشون داده بود که اگه بخواید کاری بکنین اسلحه است. و بعد من که فرار کردم اون از پشت به من تیر زد و تیر سوم دیگه به از در واقع از پشت خورد و از جلو در اومد و ظاهرا ریه رو مجروح کرده بود، ولی عکس که گرفته بودن میگفتن که از مسیر حتی قلب رد شده. اون دکتر چیز ارتش اومد گفتش که موضوع مثل که منتفی شد. گفتم چطور مگه قرار بود بمیرم؟ گفت که آره اصلا چیز نبود، فکر نمی کردیم. ولی حالا مثلا این فداکاری هایی که اون زمان می شد آقای مومنی، اون موقع شما ها که فعال بودید تو نرسه سیاسی و گرایش چپ و مارکسیستی دارید، عضو حزب توده بودید، یعنی واقعا فکر میکردین که دارین میرین به طرف اینکه حکومت بگیرین، یعنی حکومت سوسیالیستی برقرار بکنین؟ ایدتون چی بود از این مبارزات؟ یعنی هدفتون چی بود؟ خب خیلی ها بودن که چیز بودن، بالاخره مبارزه میکردن برای اینکه به حکومت، بالاخره به حکومت برسه، کما اینکه در سال 25 هم مثلا قوام سلطنه و مسئله آذربایجان که پیش اومده بود با سیاستایی که داشت، یه حکومت دولت ائتلافی تشکیل داد که 3 تا اعضای حزب بودن، یا مثلا در مجلس 14 که یکم آزادتر بود و البته در شمال و خصوص چون شوروی ها هم بودن مداخله دولت شاید نمیتونست بشه، شاید هم اونا تاثیر داشتن حضورشون. 8 وکیل بود از توده یا که فراکسیون تشکیل داد، نقش مهمی داشتن در پیشبرد افکارشون در قدرت. این طبیعیه و خیلی هم بودن که اینجوری فکر میکردن، ولی من شخصا اتفاقا یه جایی نوشتم، من به عنوان یه کسی که یه اعتقادی داره و در راه این اعتقادش داره مبارزه میکنه برای پیشرفتش و به طور روزمره، نه برای آینده دور مثلا من باشم و اینطور باشه. البته خیلی ها بودن که دلشون میخواست باشن و سوسیالیسم رو ببینن یا اون حکومت دلخواهشون، ولی من هیچ وقت شخصا از نظر شخصی من یه کمی. ولی شما الان آقای مومنی الان 80 سال بیشتر دارید و این همه سال فعالیت کردید، هنوز امیدوارید که بالاخره مثلا جامعه مثل ایران در یک روزی یک حکومت سوسیالیستی درش برقرار میشه؟ حکومت سوسیالیستی آرزو که البته خب آرزو هست، ولی من هیچ وقت آرزو اینی داشتم میگفتم، من برای آرزو هیچ وقت یه اعتقادی داشتم و معتقد بودم که این چیز درستیه و باید در رفاه مردم، این ظلمی که در جامعه حاکم بود اون موقع، حتی سوسیالیسم البته حل کننده است، ولی اون ظلمی که حاکم هست، اون تعارض طبقاتی اینا وجود داره، اینها برای رفع این یا کمبود اینها مبارزه میکرد، چیز کم کردن اینها در واقع فکر میکردن باید مبارزه کرد. ولی با این حال آقای مومنی شما میدونین که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی اصولا یک سردرگمی عجیبی در مجموعه جنبش های چپ به وجود اومده، یعنی شما فکر میکنین که چپ و چپ مارکسیستی در مجموع میتونه دست پاشو جمع بکنه و یک ایده جدید نوع امروزی ارائه بده؟ من فکر در وجودش هست که من معتقدم به چیز به اصطلاح
تفکر ترقی خواهانه و پیشروانه انسان اعتقاد دارم به طور کلی، و چیز هم به سوسیالیسم هم یه مرحله پیشرفته اجتماعی روابط اجتماعی انسانی میبینم. بنابراین این مسئله از نظر من منتفی شده نیست. مسئله البته ما همونطوری که شما گفتید و همه میبینن یک بحران عظیمی وجود اومد، بعد هم منجر به سقوط حکومت شوروی شد، ولی ما الان خب جور به جور عوارض، یعنی نمونه های سوسیالیسم را حالا به اشکال مختلف میبینیم. مثلا در چین فرض کنید که اونجوری که در شوروی ریخت فرو ریخت کمونیسم یا سوسیالیسم فرو نریخته، یا اصلا کشورهای مثلا آمریکای لاتین علی رغم همه حرفا، خب حالا ممکنه که امپریالیسم زیاد اعتنایی نداشته باشه، براش مسئلهش نباشه، مسئله حالا خاورمیانه و اینا بیشتره، یا اسلام الان مطرح شده، ولی به هر حال هر جایی انسان ها امکان دارن یه نوعی به سمت سوسیالیسم یا اون ایده های سوسیالیستی یا خودشون به اعتقاد خودشون ادعای سوسیالیستی میرن. و به نظر من بشریت راهی جز این نداره، چون هیچ وقت مرد انسان نمیتونه به طور برای ابد ظلم رو و ستم رو که ناشی از اختلاف طبقاتی شدید هست تحمل بکنه. همیشه برای رفع این مبارزه کرده و طبیعی هم هست که مبارزه بکنه. شما آقای مومنی با همه سابقه طولانی فعالیتتون در حزب توده و به خصوص با الان توضیح دادین که چطور تا لب مرگ هم رفتید در این موضوع، ولی بعد از انقلاب شما به حزب توده ایران ملحق نشدید. چرا؟ مسئله بعد از انقلاب نیست، مسئله من وقتی که اون موقعی که گفتم سال 35 که ما 6-7 در واقع از کادرهای حزب که باقی مونده بودن، البته من نمیدونستم، به من پیشنهاد کردم، یعنی مرحله رسیده بودم شخصا که اون چیزی که حس می‌کردم حزب است و رهبری و اینا هست، این دیگه کشش نداره. در صورت ما 7 نفر بودیم که جمع شده بودن، بعد اونجا من حتی پیشنهاد کردم که اصلا ما حزب توده را منحل شده اعلام کنیم و بعد یک سازمانی از همین بقایای حزبی که موندن یه مجموعه درست کنیم که می‌دونیم چه کار هستیم دیگه، چه فکری داریم، که البته شدیداً جا خوردن و مخالفت کردن. من از اون موقع اعتقاد داشتم که حزب توده ای به اون معنی دیگه وجود نداره. بعد از اینکه ما رو هم گرفتن، ما رو از اون 7 نفر در واقع 4 تامون گرفتن، بعد دیگه توی زندان که من بودم برام دیگه مسئله حزب توده مطلقا منتفی شده بود، مطلقا. وقتی که دوباره دوره امینی سال 39 اینا یکم فضا باز شد، ادی از این بچه‌ها که هنوز آلودگی اجتماعی چیز مالی و اینا پیدا نکرده بودن، زندگی روزانه پیدا نکرده بودن، من اعتقاد داشتم که شروع کردن به فعالیت کردن دوباره. اینها طیف‌های مختلفی بودن، یه طیفشون بودن که اصلا رابطه با کمیته مرکزی خارج گرفتن، چون اونجا یه پیک رادیو درست کرده بودن به نام پیک ایران و اونا اعتقاد داشتن. ادی بودن که اونجور اعتقاد دربست نداشتن، ولی معتقد بودن که حزب توده هست و اونا هم هستن رهبر، منتها ما الان نمیتونیم با اونا ارتباط داشته باشیم، ولی خودمون به اسم حزب توده و اینا فعالیت کنیم. ما یک جماعتی بودیم که اعتقاد داشتیم حزب توده و همطور جبهه ملی و تمام جریان‌های سیاسی شناخته شده قبل از کودتای 32 با کودتای 32 در واقع که یه مرحله جدیدی در تاریخ اجتماعی سیاسی مملکت به وجود اومده از بین رفتن به اون معنی. در واقع هم همینطوری بود، مثلا جبهه ملی دیگه اصلا جبهه خیلی جبهه ملی جبهه ملی کرده. به همین دلیل شما بعد از انقلاب هم که حزب توده دوباره شروع به فعالیت کرد و اعضای جدید گرفت و اینا، کماکان بر همون عقیده قبلیتون بودین که حزب توده دیگه الان کماکان که ما اون موقع اصلا یه جریان به وجود آوردیم که منشور هم دادیم که تاکیب رو روشن کردیم، گفتیم حزب توده ما وجود نداره، ما نمیشناسیم. و بعدم در مورد اون اصلی که برای حزب توده و امثال حزب توده مطرح بود که تمام گوش به فرمان مسکو باشند، این اصل ما قبول نداشتیم، میگفتیم که انترنشنال یعنی هر حزب کمونیستی، هر مجموعه کمونیستی در هر کشوری برای خودش، راجع مملکت خودش لااقل
حالا راجع به مسائل جهانی نه، لااقل خودش باید فکر کنه و تصمیم بگیره، نتیجه گیری بکنه، تصمیم گیری بکنه. اون موقع هم اینطوری بود. و وقتی که چیز اومد یا وقتی که انقلاب شد و اینا اومدن، من نه تنها این حرف رو میزدم و ما میزدیم، بلکه شدیداً مخالف اینا بودیم اصلا. شما فعالیت فرهنگی هم خوب زیاد کردید، مثلا در کرمانشاه با روزنامه بیستون کار میکردید. بیستون چیزش امتیازش مال لاهوتی بوده بر. که لاهوتی بعد از اینکه، یعنی البته شماره‌هایی هم گویا منتشر کرده که من ندیدم، آها، ولی بعد که کودتا میکنه و بعد شکست میخوره و فرار میکنه به شوروی، این روزنامه به وسیله یه شخص دیگری که به قول خودش میگفت که من چیز هم با شمشیر هم با قلم مبارزه کردم، ادامه پیدا میکنه انتشارش. اینشو بعد از اون به آره اون یه آقایی بود به نام مهدی فرحپور که بس. استاد جغرافیای ما، یعنی دبیر جغرافی بود و منم خیلی بهش نزدیک بودم. این روزنامه البته در تا اونجا که یادم میاد در 1310 دیگه تعطیل شده بود، برای اینکه یه چیزی اصلا امکان دیگه روزنامه نبود ما روزا شو. بعد از شهریور 20 من، چون این دبیر ما بود و خیلی نزدیک بودیم با هم، خیلی اصرار میکردم بهش که این روزنامه رو منتشر کنه، چون اونجا یه روزنامه بود به نام کرمانشاه، روزنامه از این کلاسیک زمان چیز مثل کوشش و نمیدونم اینها. بعد تا چیز سال 22 که انتخابات دوره 14 هم شروع شد، آقای دکتر زنگنه اومد اونجا کاندیدای انتخابات، کاندیدای مجلس اونجا شد و گویا اومده بود به این مراجعه کرده بود برای اینکه یه مقدار اعلامیه و اینا چاپ کنه و پخش کنه به نفع اون، و ظاهراً فکر میکنم که یه پول اولیه هم داده بود که روزنامه را بیفته که تبلیغ بکنه اونو. روزنامه که را افتاد، من اونجا طبعاً با اون چیز میکردم، همکاری خیلی نزدیک داشتم، حتی میرفتم چاپخونه آخرین غلطگیری ها رو میکردم اینا. بعد اومد رو تو اومدم. بسیار خوب. آقای مومنی، شما روی تاریخ مشروطه ایران و انقلاب مشروطه ایران خیلی کار کردید اینا. شما چه تشابهی میبینید؟ یعنی چه به نظر میسه خیلی زیاد جذب انقلاب مشروطه شدید، چه تشابهی میبینید بین اتفاقاتی که الان در داخل ایران میفته برای دموکراسی با انقلاب مشروطیت؟ چون این تشابه رو بعضیا گوشزد میکنن. من رو شقیقاتش فکر نکردم و نمیتونه به نظر من از لحاظ زمانی تشابهی باشه، برای اینکه جنبش مشروطیت به طور عمده بورژوازی متوسط شهری به خصوص مثلا بازار که میشه به بازار خلاصه میشه تکیگاهش بود، و الان اصلا از نظر طبقاتی بازار در واقع ضد چیزه، ضد مشروطه است و ضد دموکراسیه و پشتیبان عمده حکومت اسلامیه. بنابراین هیچ شباهتی نمیتونه داشته باشه. با وجود این، از لحاظ این که باز اون بورژوازی متوسط و خرد بورژوازی مرفه نسبتاً تو میدون هست، شاید بشه گفت یه شباهتی داره، اون دیگه بازار نیست. این تشابهی که میشه عمدتاً از نظر آرمان‌ها و خواست‌هایی که مطرح میشه، چون میگن اون زمان خواست دموکراسی، خواست حکومت به هر حال رفع حکومت خودکامه و نقش بارز بیشتر مردم در حکومت داری و اینها، و بیش از همه شاید دموکراسی بود که الان بحث اینه که خواست‌های اولیه مشروطیت کماکان مطرحه در جامعه ایران. از این نظر این تشابه رفع حکومت خودکامه که اصلا یه آرزوی انسانی بوده از قدیم و ندیم، ولی من تصور میکنم حتی به اعتباری عقبتر از مشروطیت هستیم، چون در مشروطیت حکومت مذهبی وجود نداشت. البته چیزها روحانیت یک قدرتی بود برای خودش، ولی در کنار بود و تعارض هم با حکومت داشت، که البته گاهی هم باش وقتی که منافع هر دوشون به خطر میافتاد در سر همین جور میشه مشروطیت، با هم هم یکی میشدن که سمبولش شیخ فضل الله چیز شیخ فضل الله. بعد منتها الان در واقع اون موقع مسئله چیز بود، قانون و دموکراسی و نمیدونم از این حرفا بود، که خب نسبت به اون جامعه اون روزی خیلی جلو بود، که البته از نظر فکری قبلا متفکرین خیلی واقعا زمین چینی کرده بودن، ولی ما پایه اجتماعی عینی هم داشت که همون بازار و بورژوازی متوسط و اینا بود. اما الان ما با که اون موقع وقتی
روحانیت میخواست که نفوذ بکنه، خودش رو در چیز بده، در مشروطیت نفوذ بده و مقامی به دست بیاره، با مخالفت جدی مشروطه‌خواها مخالفت روبرو شده بود، کما اینکه حتی طباطبایی که خیلی آدم سالمی بود کنار رفت و بیبانی رو کشتن، یه جور ترور کردن، و شیخ فضل الله که اصلا مردم در ملای عام به دار زدن. بنابراین در واقع شدیداً مردم مخالف دخالت روحانیت در حکومت بودن، در حالی که الان مردم با یک حکومت روحانی طرفن که تازه یک قسمتی از جنبشی که الان وجود داره در واقع لغو دربست و کامل حکومت مذهبی رو حتی نمیخواد، در حالی که توی جنبش ضد حکومت موجوده. ولی خب از این لحاظ که دموکراسی مورد نظر عموم هست بحثی درش نیست، منتها هر کسی الان یعنی جریان‌های مختلف هستن که دموکراسی رو به اشکال مختلف می‌فهمن. برای خودشون توضیح می‌دن. خیلی متشکرم آقای باقر مومنی از شرکتتون در برنامه بوارد. خیلی من متشکرم که این امکان رو به من دادید که اینا در حرفای خودم.